به نام خدا. به هر بچه ها خیلی پر تلاش ظاهر شدن، بدنشون آماده بود از قبل و ما میدونستیم که برنده این بازی هستیم، چون خیلی کار کرده بودیم توی این هفته روی نقاط ضعف تیم مریوان. حالا انشالله که بازی آخر نیم فصل هم به خوبی تموم کنیم و چشم اندازیم به هر حال به بازی برگشت. داوری خب به هر حال چند تا اشتباه داشت، ولی برای ما هم بود، برای اون هم بود. به هر حال که داور نمیتونیم ما اونقدر بهش فشار بیاریم، به هر حال جای اشتباه داره دونم، به هر حال مستثنا نیست از همه. انشالله که داوری های کمی بهتر بشه و مسابقات خیلی عالی برگزار بشه. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. بازی رو ما خیلی خوب شروع کردیم، با اینکه میدونستیم تیم کیتی پسن تیم واقعا جنگنده ای است، مهارهای خوبی رو در اختیار داره. خب ما تونستیم سوار بازی بشیم، گیم اول رو پیروز بشیم. در گیم دوم ما اینکه دو سه تا امتیاز بالا بودیم، یه مقطعی رو ما غفلت کردیم و این باعث شد که تیم کیتی پسن برگرده به بازی. والیبال جذابی رو ما شاهد بودیم و هر دوتون واقعا جنگنده ظاهر شدن، تلاششون رو کردن، ولی مسئله که هست اشتباهات پرشمار داوری بود که در این بازی واقعا هم ریختیم ما رو. خیلی باعث شد که ما تمرکزمون از دست بدیم. نمونه بازیش پایان آخر بود که در پایان 26 دست بازیکن به شکلی شد که فکر می‌کنم هر کی در سالن بود اینو دید و پوان برابر میشد. این کیجی تضمین میده که چه اتفاقی قرار برش بیفته. این زحماتی که کشیده میشه، هزینه هایی که داره باشگاه انجام میده، تلاش هایی که داره بازیکن ها کادر فنی انجام میدن به خاطر یه اشتباه. تازه این پوان، این اشتباه در پوان خیلی حساسی بود. در طول بازی ما شاهد همچین اشتباهاتی بودیم و قطعا سعی میکنیم که فیلمش رو در بیاریم. اعتراضمون خودمون رو به فدراسیون والیبال حتما اعلام خواهیم کرد و ما توقع اینه که هر کس تلاش بیشتر میکنه برنده بازی باشه. بله هر دو تیم جنگیدن، ولی اون اشتباهات داوری خیلی تاثیرگذار بود در روند ما، در نتیجه بازی. به هر صورت این اتفاق افتاده، ما باید جمع جور بکنیم انشالله تیم رو از نظر روحی روانی، انشالله که بتونیم فردا تمرینات خوبی بکنیم. دو سه روزی فرصت داریم تا بازی با رفسنجان داشته باشیم و بتونیم اونجا موفقیت کسب کنیم. بله متاسفانه میشد در این سالن که با توجه به اینکه سالن فدراسیون والیبال هست از ویدیو چک هم استفاده بشه، قطعا این اتفاقات نمیفته، ولی خب این اتفاق نیفتاده و ما والیبال ما در دنیا داره حرفی برای گفتن داره. در آسیا ما قهرمان هستیم. این زیبنده والیبال ما نیست که این سطح از داوری بخواد انقدر جا به جا بکنه نتایج. واقعا من جای تاسف داره. در هر صورت خسته نباشید میگم به هر دو تیم، هر دو تیم واقعا تلاششون کردن. بچه های ما هم انصافا پرتلاش ظاهر شدن، جنگنده ظاهر شدن، خودشون با آواتیش زدن، ولی این اتفاق نیفت. خب با توجه به عملکردی که فدراسیون در این چند سال اخیر داشته، ما شاهد این بودیم که والیبال ما روز به روز پیشرفت کرد. در شرایط کنونی با توجه به اینکه ترافیک کاری بسیار زیادی ما والیبال ما در سال آینده داره، بزرگسالان ما می‌کنم 7 تورنمنت مختلف باید شرکت کنه، مسابقات حساسی رو شاهد هستیم، انتخابی المپیک داریم که بسیار بسیار برای ما پر اهمیت هستش، می‌کنم که زمان مناسبی برای این کار نباشه. به هر حال زحمت کشیده شده مجموعه فدراسیون در این چند سال اخیر، انشالله که شاهد این باشیم که این اتفاق ادامه دار باشه و این موفقیت ها ادامه دار باشه، چون واقعا والیبال ما لایق بهترین ها هستش چه در آسیا و چه در دنیا. والا بازی ما با رنج استمون که شروع کرده بودیم با تغییرات که عقیلی انجام داد تونستیم یه زد آنالیزی رو اونا کار بکنیم و بازی رو برگردونیم و سرویس هم گیم اولی که باختیم سرویس خوب نمیزد تیم ما و بچه ها خیلی سرویس ریسکی زدن، سرویس بهتری زدیم، تونستیم سوار بشیم رو تیم حریف. ببینید به نظر من خود داور امرو برای دو نفر دو تا تیم
اشتباه سوت زد. یعنی من خودم دوبار توپ به دست من خورد که نگرفت و دوبار هم بود که ما اسپک زدیم به دست اونا خورد نگرفت. یعنی داور برای دو طرف یه جوری به نظر من یک سانس سوت زد و داوری در کل مشکل داشت. این چیزی بود که بله ما تو بازی مشهود بود. والا ما یه مدت تیممون نوسان خیلی بدی داشت، ما افتاده بودیم روی باخت و به خاطر اینکه یه بود از بازی لیگ تعطیل شده بود ما بازی دوستان هم نکرده بودیم تیم گیتی پسن و دوباره الان روال که شده تو بازی کردیم تیممون هماهنگی خوش پیدا کرد. مطمئن باشین که حرف زیادی برای گفتن داریم ادامه لیگ.